سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز سایت مجذوبان نور نوشت چهار درویش گنابادی به نامهای محمد علی محسن اسماعیلی، محمد علی صادقی و ابراهیم بهرامی که یک سال در بازداشت موقت بودند طی حکمی به اتهام محاربه با خدا و فساد فلعرز هر یک به مدت هفت سال به شهرهای زابل، دسفول، مراقه و سردشت تبعید شدند. گفتنی علاوه بر این حکم این چهار درویش به یک تا چهار سال زندان دیگر نیز محکوم شدند اتهام محاربه با خدا و فساد فل پیش از این نیز بارها به دراویش گنابادی منتصب شده که تا کنون منجر به صدور حکم نفی بلد مادام العمر برای سه درویش دیگر به نامهای حمیدرضا آرایش غلامعلی شمشیرزن و کازم دهقان شده است در رویش یاد شده در جریان قائل آفرینی تندروان مذهبی کوار در این شهرستان دستگیر و به احکام سنگین محکوم شدند. هرانا وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از اعدام هشت زندانی دیگر همراه با غلامرضا خسروی در روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه خبر داد یکی از کارکنان زندان رجای شهر که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری هرانا گفته است هشت زندانی دیگر که با غلامرضا رضا خسروی اعدام شدند از زندان دیگری جهت اجرای حکم به زندان رجای شهر منتقل شده بودند و مراسم اعدام در فضای امنیتی بی سابقه برگزار شد اطلاعی از اتهامها، هویت و محکومیت قبلی این هشت نفر به دست نیامده است در همین راستا روز گذشته مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای همتای آمریکایی خود درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد دولت آمریکا یک روز پس از اعدام غلامرضا رضا خسروی در مورد آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد آیت الله محتوی کنی رئیس مجلس خبرگان بر اثر آرزه قلبی به کما رفت اخبار ضد و نقیزی نیز از مرگ او منتشر شده است محمد علی موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان با هشدار نسبت به تسخیر مجلس خبرگان گفته است افرادی نسبت به انتخابات این مجلس طمع کردند هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان است و حملات به وی در ماهای اخیر افزایش یافته است محمد علی موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان میگوید روحانیت نباید نسبت به انتخابات بی تفاوت و بیکار باشد و افرادی نسبت به انتخابات مجلس خبرگان طمع کردند. به گزارش خبرگزاری رسا آقای موحدی کرمانی در دیدار با جمعی از روحانیون گفته است افرادی به انتخابات مجلس خبرگان رهبری طمع کردند تا در این تشکل حضور پیدا کنند اما بنده نگران و بی تفاوت نیستم. این عضو مجلس خبرگان با اینکه نامی از این افراد نبرده اما به نظر میرسد به اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره دارد که شماری از محافظ کاران میگویند تلاش دارد در این انتخابات افرادی را به نفع خود وارد این مجلس کند آقای هاشمی که پیشتر ریاست مجلس خبرگان را در اختیار داشت پس از انتخابات سال 88 و اختلاف با علی خامنه ای برای ریاست این مجلس نامزد نشد و جای خود را به محمد رضا مهدوی کنی داد. مهدوی کنی در حالی ریاست مجلس خبرگان را پذیرفت که روی ویلچر حرکت می کرد و در نهایت عصر روز گذشته بر اثر آرزه قلبی به کما رفت. به گزارش خبرگزاری مهر مح، آیت الله محتوی کنی ساعت سه بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از شرکت در مراسم سالگرد فوت آیت الله خمینی بر اثر آرزه قلبی به کما رفته و اکنون در بیمارستان بهمن تهران بستری است. در همین حال رئیس دفتر مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که وضعیت جسمی آقای مهدوی کنی نسبت به ساعات گذشته بهتر شده است. این خبرگزاری با این حال به نقل از یکی از بستگان آیت الله مهدوی کنی گزارش کرده است که وی همچنان در کماست. برخی خبرگزاری های غیر رسمی نوشتند که مهدوی کنی فوت کرده است. در صورت مرگ مهدوی کنی تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس خبرگان مجددا بالا خواهد گرفت. سال 1389 و با بالا گرفتن رویارویی اصولگرایان با اکبر هاشمی رفسنجانی بر سر مواضع انتقادی وی درباره های پس از انتخابات 1388 پس از آنکه آقای رفسنجانی ریاست وقت مجلس خبرگان خود را برای ریاست دور بعدی این مجلس نامزد نکرد آقای مهدوی کنی توانست با کسب آرای لازم ریاست این مجلس را از آن خود کند اسفند ماه 1391 نیز در حالی که احتمال داده میشد که وی به خاطر کهولت سن بار دیگر نامزد سمت ریاست مجلس خبرگان نشود آقای مهدوی کنی خود را نامزد ریاست این مجلس کرده و بار دیگر در سمت خود ابقا شد. محمد رضا مهدوی کنی 83 ساله از اعضای شورای انقلاب در سالهای اولیه شکل جمهوری اسلامی بود و در دولتهای باهنر و رجایی سمت وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از ترور باهنر و رجایی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد. این روحانی بلند پایه در دو دهه گذشته از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مراسم تحلیف عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور جدید مصر دعوت شده است. در صورت پذیرش این دعوت روحانی دومین مقام بلند پایه جمهوری اسلامی خواهد بود که به مصر سفر می کند. روابط ایران و مصر پس از انقلاب 57 در ایران به تیرگی گرایید اما با سقوط حسن مبارک و پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرایط تغییر کرد و محمود احمدی نژاد بهمن ماه 91 همراه با هیئتی بلند پایه به مصر سفر کرد محمد یزدی رئیس جمعه مدرسین حوزه علمیه قوم و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در یک برنامه تلویزیونی از گفتگوی خود با علی یونسی به عنوان تندترین گفتگو با همکاران مختره آقای روحانی یاد کرد. محمد یزدی در برنامه تلویزیونی شناسنامه با اعلام اینکه ملاقاتی با علی یونسی داشته است گفت اخیرا گفتگوی تند و شدید با یکی از همکاران مختره آقای روحانی داشتیم و بحث طوری شد که ایشان گفت من مهمان شما هستم با من دعوا می کنید؟ من گفتم شما را خواستم که با شما دعوا کنم وی گفت مختره به این دلیل که تاکنون چنین سمتی به عنوان دستیار عالی رتبه یا مشاور عالی رتبه ری جمهور نداشتیم یزدی از جزئیات این برخورد تند خبر نداد اما سایت تدبیر در خصوص جزیات این گفتگو نوشت یک منبع آگاه با تایید برگزاری جلسه علی یونسی با جامعه مدرسین اعلام کرد این دیدار یکی از روالهای دولت یازدهم در تعامل با های سیاسی کشور است و با هدف تسهیل تحقق برنامه های دولت صورت میگیرد به گفته این منبع آگاه در این نشست یزدی به شدت از عملکرد دولت انتقاد کرده است اما بنابراین بوده که جزیات این گونه نشست ها علنی نشود این منبع همچنین با تایید بحث کلامی میان دستیار ویژه ری جمهوری و یزدی دلیل این موضوع را سخرانی های اخیر دستیار ویژه جمهوری درباره اقوام و اقلیت ها اعلام کرد گویا موضوع اولیه‌ای که باعث این گفتگوی تون شده است انتقاد محمد یزدی به مطرح کردن نام کورش توسط علی یونسی در چند سخنرانی و گفتگوی رسانه ای بود محمد لحام رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88.7 درصد آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است وزارت امور خارجه آمریکا این انتخابات را مایه شرمساری دانسته و اعلام کرده بشار اسد اعتبار گذشته را ندارد جان کری وزیر خارجه آمریکا این انتخابات را یک انتخابات غیر دموکراتیک صفر بزرگ و یک امر بیمعنی توصیف کرد. در انتخابات سوریه تنها دو نامزد وفادار به بشار اسد به عنوان رقیبان وی شرکت داشتند و گروه های مخالف دولت از نامزدی در آن خودداری کرده بودند. مخالفان حکومت سوریه پیشتر این انتخابات را خونین خوانده بودند. دادستان فدرال آلمان در مورد شنود آمریکا از تلفن همراه صدر این کشور پرونده تحقیقی باز کرد. بر اساس اسناد افشا شده از سوی ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا مشخص شد که این نهاد اطلاعاتی از طریق برنامه نظارتی خود مکالمات برخی رهبران جهان از جمله خانم مرکل را رهگیری می کرده است. بیشتر دادستانی فدرال آلمان از تحقیق در مورد شنودهای آمریکا از شهروندان این کشور انصراف داده بود که با انتقاد شدید اپوزیسیون این کشور مواجه شد لینسی گراهام سناتور با نفوذ جمهوری میگوید در صورت آزادی زندانیان دیگر از زندان گوانتانامو بدون موافقت کنگره آمریکا نمایندگان جمهوری خواه خواستار استیزاه باراک اوباما خواهند شد جمهوری خواهان آزاد کردن پنج زندانی طالبان از گوانتانامو در برابر بازگرداندن یک سرباز آمریکایی را که نزدیک به پنج سال در اسارت گروه طالبان افغانستان بود قانون شکنی دانسته و گفتند اوباما قانونا موظف بود کنگره را پیشاپیش در جریان آزاد کردن اسیران طالبان قرار دهد. گروه طالبان روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کرد که لحظه آزادی گروهبان آمریکایی در افغانستان و تحویل او به نیروهای آمریکایی را نشان می‌دهد. صدراعظم اعظم آلمان خواستار همکاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای کمک به مهار خشونت در شرق اوکراین شد و هشدار داد در صورت عدم همکاری مسکو غرب در تشدید تحریم ها علیه روسیه درنگ نخواهد کرد. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در ورشو هشداری مشابه به روسیه داد آقای اوباما تاکید کرد کشورش در حمایت نظامی و باسازی کشور در کنار اوکراین خواهد بود به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل پیش از شروع نشست هفت کشور عمده صنعتی جهان گزینه مستقیمی به پوتین ارائه داد. وی با اشاره به جدایی خواهان متحد روسیه در اوکراین خطاب به مجلس آلمان گفت استفاده پوتین از نفوذ خود برای واداشتن جدایی خواهان از اعمال خشونت و ارعاب تحویل دادن سلاحهایشان و توقف اشغالگری تعیین کننده است مرکل گفت اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد ما در اعمال تحریم‌های بیشتر کوتاهی نخواهیم کرد تنش های ایجاد شده در جبهه شرقی اروپا در کانون بحث و گفتگوی رهبران گروه هفت بر سر میز شام چهارشنبه شب و از جمله موضوعات نحوه حمایت از پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین خواهد بود پیش از برگزاری اجلاس سران که برای نخستین بار بدون حضور روسیه برگزار خواهد شد مقامات گفتند که رفتار مسکو را از نزدیک زیر نظر قرار خواهند داد و هنوز حاضر به این نتیجه گیری نیستند که روسیه در حال ایفای نقش همکاری بیشتر است در رویدادی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرد که در قبال اوکراین از شیوه های شرورانه و تهدید استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بارک اوباما در ورشو پایتخت لهستان با اظهار اینکه تصرف شبه جزیره کریمه و نقض تمامیت ارزی اوکراین پذیرفتنی نیست گفت که نمیتوان گذاشت روش های شرورانه قرن بیستم در قرن بیست و یک نیز به کار بسته شوند و افزود دوران امپراتوری ها و داشتن مناطق تحت نفوذ به سر آمده است وی هشدار داد که تحریک بیشتر از سوی روسیه هزینه های بیشتری را برای مسکو به همراه خواهد داشت و روسیه را بیش از پیش منزوی خواهد کرد و افزود کشورهای بزرگتر نباید اجازه داشته باشند کشورهای کوچک را تهدید کنند و خواسته های خود را با زور تفنگ و تصرف ساختمان ها از سوی مردان نقاب پوش تحمیل کنند. اشاره بارک اوباما به حمله حامیان روسیه به ساختمان دولتی در مناطق شرقی اوکراین است. مسکو تاکید دارد که نقشی در این تنش‌ها نداشته است. همزمان با هشدارهای آمریکا به روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اظهار کرد که آمریکا با ریاکاری و پرخاشگری سعی دارد روسیه را به دلیل بحران اوکراین مجازات کند. وی در گفتگو با شبکه های فرانسوی گفت ما تقریبا هیچ نیروی نظامی خارج از مرزهای خود نداریم اما آمریکا را نگاه کنید آمریکا در تمام دنیا پایگاه نظامی دارد و سربازان آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود حضور دارند آمریکایی‌ها که خود در مسائل داخلی کشورها دخالت می کنند نمی توانند ما را متهم کنند ولادیمیر پوتین در ادامه تاکید کرد که آماده است با همتای آمریکایی خود در فرانسه گفتگو کند و افسود که نمیفهمد چرا آقای اوباما که به گفته وی ماها دست از تلاش برای منظبی کردن روسیه برنداشته حاضر نیست با او در فرانسه جلسه رسمی داشته باشد باراک اوباما در هفته جاری برای شرکت در هفتادومین سالگرد ورود نیروهای متفق به نورماندی به فرانسه رفت ولادیمیر پوتین نیز در این مراسم حضور خواهد داشت. باراک اوباما پیشتر اظهار کرده بود که امکان دارد در جریان این مراسم با ولادیمیر پوتین رو در رو شود. اما برنامه ای برای برگزاری جلسه رسمی با رئیس جمهور روسیه ندارد. سران هفت کشور صنعتی جهان شامل کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا معروف به گروه هفت در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا درباره اقدامات بعدیشان در قبال بحران اوکراین رایزنی کنند رویترز نوشت انتظار می رود تصمیمات نشست بروکسل آمیخته ای از دیپلماسی و فشار بر روسیه باشد روسیه پیش پیش هر گونه تصمیم سران جی هفت را که علیه خود تلقی کند رد کرده است. از روسیه برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. پاریس امروز کانون دیدارها و رایزنی سیاسی است. از جمله دیدار الیزابت دوم ملکه بریتانیا از فرانسه و گفتگوهای جداگانه فرانس و اولاند رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا محمد رزا شاهید است پاریس و جزئیات بیشتر برای حدود چهل ساعت فرانسه وضعیت و نقش دیگری در هفتاد سال سالگرد ورود متفقین به این کشور را خواهد داشت دلیل های واضحی وجود داره چندین رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس دولت برای برگزاری آنچه که به عنوان طولانی ترین روز روز اول ورود متفقین به فرانسه مشهور بود رو فردا در سواحل نورماندی انجام خواهند داد اما امروز هم فرانسه پرخبره حدود دو ساعت پیش ملکه بریتانیا برای پنجمین بار سفر دولتی خودش رو انجام داد با قطار عبور از زیر تونل مانش و ساعت پنج بعد از ظهر به وقت پاریس مراسم رسمی در کنار گور سرباز گمنام و سپس تایی مسافت خیابان شانزلیزه در کنار آقای اولاند رئیس جمهور. البته امروز مراسم دیگری هم هست. برای اولین بار امشب آقای فرانسوا اولاند دو بار شام خواهد خورد. یک بار ساعت هفت تا هشت و نیم در یک رستوران با آقای اوباما و سپس در کاخ الیزه از ساعت نه شب تا ساعت ده و نیم با آقای پوتین. مذاکراتی رو که حد زده می شود بین این سه شخصیت رئیس جمهور گفته او خواهد شد جدا از سوریه مهمترین مسئله اوکراین هست دیشب آقای پوتین در یک مصاحبه تلویزیونی با کانال اول تلویزیون فرانسه و همینطور یک ایستگاه رادیویی خطاب به مخاطبین خودش گفت اگر میگویید که ما در اوکراین دخالت نظامی داشته ایم اون رو ثابت کنید البته امروز میدونید در بروکسل نشست ژ بدون حضور آقای پوتین انجام گرفت در مورد مراسم سالگرد ورود متفقین که در شهر کان برگزار خواهد شد فردا گزارشاتی خواهیم داشت همینقدر گفته باشم که سه هزار پلیس امنیتی معمور حفاظت و امنیت شدند و امروز وزیر دفاع آقای لودریان به این محل رفت و با 500 نفر از این معمورین نهار صرف کرد روی هم رفته نشریات و رسانه ها و تحلیلگران میگویند جنگ سرد دیگری رو در پاریس شاهد خواهیم بود و این به خاطر اختلاف نظر اصلی اگرچه اتحادی اروپا اما بین دو فرد آقای اوباما و آقای پوتین پاریس تلویزیون ایران فردا گزارش همکارمان محمد رضا شاهید بود از پاریس اتحادیه اروپا در بیانی از جمهوری اسلامی خواست تا سرعت همکاری خود با آژانس را بیشتر کند در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است از ایران می خواهیم تا تمامی اطلاعات مربوطه را به آژانس ارائه دهد و به محتوای تمامی نگرانی های آژانس پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا در بیانیه خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی گفته است که در مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی با آژانس مقداری پیشرفت حاصل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا اما ابزوده است که از جمهوری اسلامی میخواهیم تا تمامی اطلاعات مربوطه را به آژانس ارائه دهد و به محتوای تمامی نگرانی های آژانس پاسخ داده و به همکاری خود با آژانس شتاب ببخشد. در همین حال نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر همین خواسته اتحادیه اروپا تاکید کرده اما در این حال از گام های مثبتی که جمهوری اسلامی تا کنون برداشته استقبال کرده است در رویداد دیگر هم منابع آگاه از احتمال مطرح شدن موضوع تمدید مذاکرات هسته‌ای برای زمانی طولانیتر در نشست بعدی جمهوری اسلامی و کشورهای پنج بلاوه یک خبر می‌دهند. به گزارش رویترز، دیپلمات های آگاه و تحلیلگران با اعلام این مطلب به این خبرگزاری گفتند از نظر تئوری اگر طرفین مذاکره موافق تمدید این مدت باشند مشکلی نیست و امکان آن وجود دارد بر اساس توافق اولیه مهلت شش ماهی مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک در روز 20 جولای 29 تیر ماه به پایان می‌رسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای این منظور نیاز به تایید کنگره خواهد داشت. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی از ادامه پرداخت یارانه به نیازمندان و احتمال افزایش آن در برخی موارد خبر داده است. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت که پرداخت یارانه به افرادی که درآمد کمتری دارند ادامه می‌یابد و بسته های حمایت غذایی برای اقشار کم درآمد نیز ارائه خواهد شد. آقای نوبخت همچنین مدعی شد که با اجرای گام دوم هدفمندی بسیاری از افرادی که تا چند ماه گذشته به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های درمانی به بیمارستان ها مراجعه نمی کردن، امکان مراجعه به این مراکز را پیدا کردند. پیش از این محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی اعلام کرده بود که در مجموع تنها حدود 9 درصد از جمعیت ایران از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی انصراف دادن که از این میان دو میلیون و چهارصد هزار تن تا فروردین ماه سال جاری یارانه دریافت کردند. آقای نوبخ گفت که دولت حسن روحانی همانطوری که اعلام کرده به اخشار متقاضی و نیازمند در کشور یارانه پرداخت خواهد کرد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت قصد حذف دهک‌های پردرآمد را از طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد گفت این موضوع را الغا نکرده و برای جامعه استرس ایجاد نکنید این موضوع را به دولت واسپاری کرده و به آن اعتماد کنید ثبت از سرپرستان متقاضی یارانه نقدی در سال 93 به طور همزمان از 20 فروردین ماه در سراسر ایران و با کمک وبسایت رفاهی آغاز شد و تا 29 فروردین ماه ادامه داشت. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته خیانت خواست در حوادث سال 88 بزرگترین ضربه را به انقلاب وارد کرد. رئیس دفتر محمد تقی مصباح یزدی نیز با حمله به حسن روحانی از نقش داشتن 1200 مقام مسئول در حوادث سال 88 خبر داد. حسین جلالی رئیس دفتر محمد تقی مصباح یزدی با تمجید از علی خامنه و حمله به حسن روحانی از نقش داشتن 1200 مقام مسئول در حوادث سال 1388 خبر داد. آقای جلالی در جمع گروهی از مردم شهر تهران با انتقاد از مواضع حسن روحانی افزوده امروز گروهی راه افتادند تا روحیه انقلابی را کمرنگ و تضعیف کنند جلالی از روحانی به خاطر موضع گیری ها درباره حمله به سفارت آمریکا پایان منبرهای یک طرفه خالی کردن جیب مردم به اسم دور زدن تحریم ها انتقاد کرده است و همچنین از روحانی به خاطر بی سواد خواندن منتقدان توافق ژنو جنب نفی هدایت زوری مردم به بهشت و مسائل مربوط به اینترنت به شدت انتقاد کرده است جلالی اضافه کرده هدف از این سخنان به دست آوردن دل آمریکاست که منجر به رنجیده شدن دل رهبر جمهوری اسلامی می شود این شاگرد مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود به دشواری های دوران رهبری علی خامنه ای نسبت به دوران رهبری روح الله خمینی اشاره کرده است وی از برخی یاران خامنه ای به عنوان کسانی نام برده که سال 88 به عنوان فتنگر در خیابان تهران آتش بپا کرد جلالی اضافه کرد 1200 مدیر کل، استاندار، نماینده مجلس، دو رئیس جمهور و وزیر اطلاعات گذشته در فتنه 88 نقش داشتند. در همین راستا علی سعیدی نماینده ولی فقید در سپاه هم گفت اگر کسی از روح الله خمینی حکم داشته و در برابر علی خامنه ای بی بیست فاسد است. به گزارش دفاع پرس آقای سعیدی در جمع مردم سمنان با انتقاد از موضع دوگانه خواص در صدر اسلام گفته در اصر حاضر و فتنه 88 خیانتی که خواص کردند بزرگترین ضربه را به انقلاب وارد کردند فتنه نامی است که حامیان علی خامنه ای به اعتراضات مردمی نسبت به انتخابات جنجالی 88 دادن نماینده ولی فقی در سپاه اضافه کرد عملکرد مثبت یا منفی خواص در جامعه تأثیر گذار است به همین خاطر خواص نباید کورکورانه عمل کنند چرا که نوع رفتار خواص می تواند جامعه را منحرف کند سعیدی سیزدهم اردیبهشت نیز ایستادگی یاران روح الله خمینی مقابل علی خامنه ای را انحراف خوانده و گفته بود تجربه سال 88 نباید تکرار شود وی روز دهم اردیبهشت اردیبهش نیز از محافظ کاران و برخی روحانیون به خاطر امتناع از مرزبندی با خواص استحاله شده انتقاد و به موزه گیری این خواص در مقابل رهبر کنونی نظام اعتراض کرده بود علی سعیدی در یک ماه گذشته در سخرانی ها و موزه گیری های خود غیر مستقیم حملات تندی متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی می کند. حامیان علی خامنی از این افراد به عنوان خواص بی و یا سران فتن نام میبرند. علی متحری نماینده مجلس میگوید بعد از حوادث سال 88 مجلس در ایران تنها یک دکور بود مخالفت با بحث درباره توافقنامه ژنو خط قرمز مصنوعی است و تسخیر سفارت آمریکا به ضرر انقلاب تمام شد علی متحری یکی از معدود نمایندگان کاری است که در سالهای اخیر انتقادات تندی را متوجه جمهوری اسلامی کرده است علی متحری نماینده اصولگرای مجلس و فرزند مرتزا متحری از بنیانگذاران انقلاب اسلامی که در سال 58 کشته شد یکی از کسانی است که به جهت داشتن این نسبت انتقادهای تندی را متوجه حکومت ایران کرده است متحری در تازه ترین اظهارات خود در گفتگویی با ویژنامه یاد در روزنامه فرهیختگان گفته است پس از حوادث سال 88 لولویی به نام فتنگران درست کردند و نظارت مجلس بر دولت را به بهانه زنده شدن فتنگران سرکوب کردند. این نماینده مجلس اظهار کرده پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری مجلس به هیچ وجه در رأس امور نبود و فقط یک دکور و نمایشی از دموکراسی بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت درباره برخی رفتارهای امام که به نظر میرسد با استقلال مجلس یا آزادی بیان منافات داشته باید توجه داشته باشیم که این رفتارها در دوران ابتدای پیروزی انقلاب یا در شرایط جنگی بوده است و به همین دلیل قابل توجیه است متحری افسود برخی این اشتباه را مرتکب می شوند و می رفتارهای آقای خمینی را به امروز که در شرایط عادی هستیم سرایت دهند. مثلا میگویند در زمان امام چندین روزنامه با هم توقیف شد و امروز هم باید چنین اقداماتی انجام شود این نماینده مجلس اظهار کرد رفتاری که در دولت‌های نهم و دهم تا به امروز با برخی شخصیت‌های قدیمی و از ارکان انقلاب اسلامی انجام شده بسیار زشت و فرصت طلبانه بوده و در واقع همان آفتی است که شهید متحری به رخنه فرصت طلبان تعبیر می‌کند وی گفت افرادی از راه می رسند و خود را انقلابیون اصیل معرفی می و شعارهایی تونتر از شعارهای اصلی سر میدهند و انقلابیون اولیه را به هاشیه میرانند. همان بلایی که به سر انقلاب مشروطه آمد و عین الدوله ها میداندار شدند و سردار ملی ها و سالار ملی ها در گوشه ازلت از دنیا رفتند. وی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت رفتاری که با آقای هاشمی و آقای ناطق و برخی علمای آزاده و حقگو مثل آقای دستقیب در سالهای گذشته تا به امروز شده است نه با اخلاق سازگار است نه با شرع و نه با عقل متحری افزود اینکه دائم با سوء استفاده از است، سخن مقام رهبری بر ریزش های انقلاب تاکید داشته باشیم کار درستی نیست وی در ادامه گفت امام خمینی نسبت به گروه های سیاسی حالت پدرانه داشتند و هر گروهی را که میخواست از حد خود فراتر رود و سرکشی کند با یک تشر سر جای خود می نشاندند. امروز نیز باید همینطور باشد و هیچ گروهی نباید احساس عزیز کردگی و بیرقیبی پیدا کند. این نماینده اصولگرای مجلس افسود امروز برخی خط قرمز های مصنوعی درست کرده ایم مثل وقایع فتنه سال 88 و حتی بحث درباره توافق ژنو که به مطبوعات فشار می آوریم در حالی که ضرورتی ندارد. علی متحری در پایان هم گفت تسخیر سفارت آمریکا یک امر غیر منتظره بود که به نظر من برای چند روز مفید بود اما طولانی شدن آن به ضرر انقلاب تمام شد. علی متحری که چندین دوره است به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند در سالهای اخیر از منتقدان علنی برخورد دستگاه های امنیتی و قضایی حکومت ایران با مخالفان و بوده است. این نماینده مجلس بارها نیز از حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده و آن را از لحاظ شرعی و قانونی دارای اشکال دانسته و از احکام صادر شده علیه زندانیان سیاسی نیز به شدت انتقاد کرده است چند ماه قبل وی یک سخنرانی توندی در مجلس کرد که به دنبال آن دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی متحری اعلام جرم کرده و پرونده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. متحری پس از این اعلام جرم گفت بوی استبداد می آید. شجاعی ساین، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب آیننامه تشکیل کمیته های تخصصی بررسی و ممیزی کتاب در مؤسسات انتشاراتی و عملا واگذاری ممیزی کتاب به این کمیته ها خبر داد. شجاعی سائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در مورد تشکیل کمیته های تخصصی بررسی و ممیزی کتاب در مؤسسات انتشاراتی گفت که در صورت تصویب نهایی آیننامه تشکیل کمیته ها ناشران می توانند تقاضای خود را برای انتشار کتاب به این کار گروه ها بدهند و پس از سعید کتاب توسط این کار گروه وزارت ارشاد بدون بررسی کتاب تنها اقدام به ثبت مجوز می کند. این آینامه در کمیته تخصصی منتخب هیئت نظارت بر ضوابط نش در وزارت ارشاد تصویب شده و برای اجرا باید به تصویب هیئت نظارت بر ضوابط نش نیز برسد. آقای ساین اشاره به اعضای این کار گروه و نحوه انتخاب آنان نکرده است. اما از تصویب کلیات آین تشکیل کار گروه های تخصصی بررسی کتاب در استانها خبر داد. به گفته ای آقای شجاعی ساین در حال حاضر در استانهای خراسان رضوی، قم، اصفهان، آذربایجان شرقی و کرمان ناشران کتابهای خود را برای بررسی به همین گروه تخصصی بررسی کتاب ارائه کرده و مجبور نیستند کتابهای خود را برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد در تهران بفرستند. کمیته تخصصی منتخب هیئت نظارت بر ضابط نش که این آین نامه ها را در سیزام خرداد ماه تصویب کرده کمیته ای هفت نفری است که اعضای هیئت نظارت بر ضابط نش از میان اعضای خود انتخاب کردند. مهدی خاموشی، محمد علی مهدوی راد، محمد تقی صبحانی، اماد افروغ، حسین کچوئیان محمود گلزاری و محسن چینی فروشان اعضای این کمیته هستند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر در اولین روزهای فعالیت خود به عنوان وزیر گفته بود که ما باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم. اما این اظهار نظر وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با واکنش های مختلف و مشخصا واکنش منفی ناشران ایرانی مواجه شد که با این طرح مخالفت کردند پس از این واکنش ها وزیر ارشاد جمهوری اسلامی حرف خود را پس گرفت خبرهای امروز را با یک خبر فرهنگی برای ایرانیان ساکن بریتانیا به پایان میبریم نمایش برخورد سوم با حضور حادی قرسندی و پرویز سیاد روز شنبه هفتم جوان در سالن مرکزی کتابخانه کنزینگتون لندن به روی صحنه خواهد رفت این بود خبرهای امروز ما از همراهی شما سپاس گذارم و شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم